خب پس من یه سری چیزها رو بهت بگم، چون ببین هدف مسیر رو مشخص میکنه. نسبت به هدفی که داری واسه حالا تیم و ایمورتال شدن که دو تا هدف سواه، یه سری چیزها رو باید بدونی. یه سری چیزها که شاید خیلی همون اگه میدونستیم قبل اینکه این مسیر رو بریم الان خیلی بالاتر بودیم، چه حالا اون دورایی که الان دیگه هر کدومشون 30 سالشون 31 سالشون ایناست، چه ماهایی که تو اوریج مثلا بین 20 تا 25 تو این بازهیم. اگه میخوای واسه ایمورتال شدن بازی کنی، یعنی اگه قرار بخوای پرو بازی کنی تیم داشته باشی، اولش اینه که 5 تا پلیر باشید که بازیتون خوب باشه. اگه آره. بازیتون خوب نباشه تیم بدید، امکان داره همون رفاقت هم از بین بره، فقط وقتتون تلف شو، خودتون رو اذیت کنید. آره. قبول دارم. واسه اینکه بازیتون رو بتونید خوب کنید باید روی یک برنامه تمرین کنید. اول هر کدومتون فقط یه رول خودش، داشته باش. آره فقط خودش، فقط رولش، فقط هیرو خودش، هر کسی فقط خودش خوب تمرین کنه بازی کنه، واسه اینکه خودشو بهتر کنه بازی کنه. تو این کارو نکردی ما باختیم نداره. اگه میخواید با هم بازی کنید اینطوریه که اگه من این کارو میکردم فکر کنم میبردیم، اگه من فلان فیلو نمیدادم شاید نمیباختیم. از این حرفایی که تو این کارو کردی باختیم، تو اونجا اون کارو نکردی باختیم، از این حرفا نداریم تا ایشالله 5 تاتون بشید تاپ 5 اروپا، یعنی ایمورتال 1، ایمورتال 2، ایمورتال 3، ایمورتال 4، ایمورتال 5. درسته، تا اون طول موقع دیگه. آره همین بود کمپ و داستان و اینا رو خودم کاملا قبول دارم و اتفاقا هم همین جوریه. یعنی حالا من خودم یه شخصیتی دارم، حال میکنم گروه رشد کنه، همیشه اینجوری بودم. یکی از دلایلی هم چون با اونایی که پلی میدادن رول آفلین اصلا نداشتن، یعنی همشون مید. یکی از رفیقامون که میدش خدا وکیلی خیلی عالیه، مید پلی میداد، من خودم هم مید پلی میدادم، کلا میدو ول کردم. الان فقط میخوام آفلین پلی بدم چون این پوزیشن خالی بود تو اون 5 6 تا پارتی که میرفتیم. یکی دیگه از رفیقام کری میره معمولا، اونم کریش خیلی عالیه، حالا یه سری چیزا رو نیاز داره اونم یاد بگیره که احتمالا این گرو این جریانی که حالا جریان میگم تیم و این داستانا بیشتر بره جلوتر. حالا این شاید مثلا یه هفته از جدی تصمیم من گرفتم، قبلش همینجوری فان بوده. یکم بره جلو تا شاید مثلا تیمی کوچ بگیرم من با خودت، حتی که بیای با همه بچه حرف بزنی در خصوص این چیزا، مشکل نداره. یعنی اینجوری هم که حال میکنم رشد کنن بچه ها. و اصلا هم این نیست که بخوام بگم نه من میدونم، بچه ها هم اینجوری نیستن که بگن ما میدونیم تو نمیدونی، این کار اشتباهه اون کار درسته، سرشون هم کار خودشونه. خب فعلا میدیم، مشکلی نداره. اتفاقا الان چند روزی هی داریم فیل میدیم، یعنی میریم گیم میبازیم، هیروها جدید داریم. اتفاقا یکی از مچایی هم که گذاشتم حالا همینه، رفتم دیشب برای اولین بار تو تاریخ 2 تا 2 که بازم کردم مارس پیک دادم سر یه آرنا لیت گیم بازوندم تیمو. اشتباه زدم دیگه، خراب کردم سر. ولی خب اوکیه، یعنی میدونی چی میگم، اصلشون حالا رفاقت سر جاشه، با هم اوکییم، انقدر اوکی هستیم که حالا یه نفر فیل بده مشکل ساز نشه. شاید هم ریج بدیم وسط بازی 4 تا پوش و هم بدیم، حالا مخصوصا با اون که کریه رفیقم هم هست، ولی اوکی رفیقیم با هم، هر روز هم بازی میکنیم. خیلی خوب، خیلی عالی. ببین واسه این که چیز کنیم، حالا من اینا رو میگم بعدم خودت برنامه رو. صدات من خیلی ادامه نکنی کردن، اصطلاحا تحصیل کردن دوتا، این که بشینی بازی های پلیرهای تاپ رو نگاه کنی، اگه هیروی خاصی میخوای بازی کنی از اون هیرو نگاه کنی. اولیش میگم تاپ واچ میشه و ریپلی بازیایی که پلیرای خوب با اون هیرویی که میخوان بازی کردن. این چند همیشه دارم، یعنی حتی کارم هم سر کارم که میرم تو ماشینم من استریم میبینم، یعنی صرف با کار این داستان هستم که استریم و این داستان رو یاد بگیرم. و مخصوصا حالا حتی یه نمونه جالبش همین دیروز داشتی بازیه لیکوید و چیز بود تاندرا تاندرا را کست میکرده که بازی هم قطع شد نشون، اونم من داشتم میدیدم چون اصلا کلا خیلی حال میکنم. حالا بحث مسابقه شده است، من بیشتر به حرف آنالیزتون گوش میکنم،
مخصوصا به خاطر اینکه میخوام تیم و حالا داستان و اینا هدفم، فقط آنالیز رو گوش میکنم. تو حرفاتون خیلی چیزا یاد گرفتم جدا، هم دمتون گرم، یعنی هم خودت هم حالا نریمان که کست میکنه، واقعا حرفایی که وسط گیم ها میزنین یا حتی حالا در حینی که مسابقات داره انجام میشه میزنین خیلی کمک میکنه اگه یه نفر پیگیر باشه، چون اصلا آدم متوجه این میشه که باید چی کار کنه، مخصوصا ماهایی که نمیدونیم. برای همین پیگیری یه مسئله استادیش هستم، به شدت دنبال اینم که چیز یاد بگیرم. یکی از دلایلی هم که کوچ میگیرم همینه که چیز یاد بگیرم. عالی. خب ببین، میگم میخوام واسه دستبندی کنم. اولیش میشه استادی کردن بهتر از من یا حرفای من. حرفای من راجع مثلا یه بازی میتونه باشه، یه بازی تیمی میتونه باشه. تو مرحله ای هستی که فعلا میخوای هیرو و رولت رو قوی تر بازی کنی. یه سایتی هست به اسم دو تا دو پرو تراکر. خب صفحمو داری دیگه؟ صفحتا لود نشده برام ولی دارم لودش میکنم. اوکی. آره دوتا دو پر ترکر هم دارم اتفاقا، هر وقت باز شد بگو که بهت نشون بدم دیگه. چرا مشکل از نت من شاید که باز نمیشه. آره من فیکسم. میخوای یه بار ببندم دوباره بدم. یه بار دیگه بازش کنم. آه الان کیش. آره اوکیه. ببین اینجا دو تا دو پرو تراکر رو که باز میکنی یه قسمت داره سرچ پلیر اور هیروز. اینجا مثلا میزنی آقا مارس، ما میخوایم مارس بازی کنیم. کجاش بود این سرچ پل؟ اینا من خیلی هم گشتم هم دنبالش. اول اولش ببین، بذار دوباره باز کنم از اول اول. دو تا دو پرو تراکر وسط صفحه بالا نشه سرچ اوه آها پلیرز اور اینجا. هیروز. آره مثلا ما میزنیم آقا مارس، میخوایم مارس رو یاد بگیریم. توی 8 روز گذشته تمام پلیرهای تاپ دنیا که این هیرو رو بازی کردن رو ریپلیاش رو وسط میاره. پلیرهای تاپ دنیا، نه فقط ریجن اروپا، یعنی هم امریکا هم روسیه هم چین همه ریجن ها. بعد میگه که موست پلیش آفلین بوده، مارس موست پلیش آفلین بوده، اینطوری اسکیل بیلدش بوده. ببین نوشته تاپ ابیلیتی بیلد، یعنی نه اینکه همیشه ابیلیتی بیلدش این بوده، اکثریتش این بوده. تاپ آیتم بیلد یه موقعی آدر آیتمزش اینا بوده، یه موقعی استارتینگ آیتمش اینا بوده. حالا میدو 4 و 5 هم یه تایمای پلی شده، ما با اونا کاری نداریم. یه ذره میای پایین تر اسم پلیرا رو میبینی، مثلا کوکو میتونه پلیر خوبی باشه، دی ام میتونه پلیر خوبی باشه، کزو، سیبرلایت، مگ، اینا هر کدوم از پلیرهایی که میخوای بازیشون رو میبینی. مثلا آیتماش رو نگاه کن ببین با کدومش مثلا فکر کنی آیتمای جالبی داشته یا پلیر جالبی بوده. این آخرش یه دونه عکس فلش داره، اینو که باز میکنی این عدد آخر مچ آیدی اون بازیه، این عدد آخر مچ آیدی اون بازیه. اینو کپی کن بیار تو دوتا قسمت واچ ریپلیس، اینجا پیست کن، ریپلیشو بذار دانلود شه، پرسپکتیوش نگاه کن. یه دونه میگم اولویت کارت اینه که بازی ها رو اینطوری واچ کنی، اینستا، تویچ، یوتیوب بار آموزشیش واسه تو الان خیلی پایین تره یا خیلی متفاوت تره. چیزی که تو میخوای و نمیتونی دقیق اسپسیفیک پیدا کنی، ولی از ریپلی واچ کردن این کار رو میتونی بکنی. بعد این ریپلی واچ کردن، یعنی اگه حالا دیگه ریپلی اینا دیدی، چیزی که کمکت میکنه یوتیوبه، بعد شاید تویچ باشه. شاید تویچ اونقدر کمک نمیکنه به آدم، شاید بعدش تویچ باشه. ریپلی ها رو اینطوری ببین، گفتم به سه قسمت همی از تویچ نصیب آدم میشه جدا، ولی خب همون هم بعض هم خیلی به درد. آره ببین تویچ چون یه فضای حالت نمایشی طور داره و اینکه خب میگم اونایی هم که مثلا دارن حرفای به درد بخور میزنن معمولا دارن روی بازی خارجی میزنن، تو باید بشینی یه تایم طولانی یه استریمی رو ببینی تا مثلا شاید بعد 5 بار دیدن یکی از مشکلایی که داری حل شه. چیزای جدید یاد میگیری ولی چیزایی که الان به درد تو نمیخوره. دقیقا درست میگه تیپ میده. مثلا یه نمونش اینه که من خب تاپسانو دارم، تاپسانو فالو میکنی، خب معمولش که میره بازی میکنه هیچی، اصلا چیز خاصی نیست که، خب بازی عادی به قول خودش کژوال گیمینگ. دقیقا. بعد
میره مثلا یه نمونه از چیزایی که آخرین بار من از تاپسان یاد گرفتم در مورد این بریجینت بلیده چیه؟ تایر دو آیتمه تو جانگل دراپ میشه به ازا هر 10% اچ پی طرف که کم میشه ده آها دمیج میده. آها مثلا در مورد این داشت میگفت، میگفت یکی از قوی ترین آیتم ها حتی تو تایر فور اینه، اون حتی از پنتایج هم قوی تر از لحاظ دمیج، بستگی داره که حالا هیرو چی باشه. بعدم دیدم خب راست میگه، چند بارم استفاده کردم ازش، دیدم بابا دمش کم، عجب آیتم قویه مخصوصا رو مدوسا. خیلی خوب، خیلی عالی. ببین، قرار شد به سه قسمت تقسیم کنیم. اولیش میشه استادی کردن. استادی گفتم اولویت ریپلی، بعد یوتیوب، بعد تویچ. دومیش میشه تست کردن چیزهایی که استادی کردی. یعنی مثلا مارس دیدی، واچ کردی، بازی دیدی، مارس دیدی، میبینی مثلا مارس یه کار جدید کرد، رفت مثلا دو پر کرد، دزول خرید جای اینکه بره بریسر بخره، فلان کنه، بیزار کنه. میای تو دمو هیرو، توی نورمال مچ یا حتی توی بازی با بات ترای میکنی اونو که مثلا آقا یارو اینطوری آیتم داشت، لول مثلا چه میدونم 9 هم بود، دوش مکس بود، یه دونه 6 داشت، تالنت لول 10 مارس کنسل کلا، یه دونه دامی میذاری، یعنی دو دیفالت بهش میزنی، میبینی خب خوبه، مثلا دو بزنی 630 تا اچ پی، بعد تلنتت میره بالاتر، تلنت 15، کولدان دو تام میاد پایین، تو یه آرنا دو بار میتونی دو بزنی. فیز دومت میشه تمرین کردن چیزایی که استادی کردی، یعنی مثلا از عالم و آدم این قضیه رو میبینی که آقا اینطوری بازی میکنن مارسو، مثلا آرنا میکنه، حالا اسلو میکنه، بعد یک میزنه، یا مثلا آرنا میکنه دیفالت یک میزنه. یهو توی یه بازی میبینی یه نفر اومد یه کار خفنتر کرد، میبینی طرف اومد جان، یک میزنه بعد آرنا. آره میبینی طرف میاد این کارو میکنه، طرف میاد اسپیر آرنا میکنه. خب این خیلی سریعتره. تو اگه مثلا جلوی پلیر با رفلکس بازی کنی، بیلین کنی رو شیش کنی، بی کی بی میکنه، نمیذاره دیگه به شکل بزنی. ولی بیلین کنی یکو بزنی بعد بتونی آرنا رو باز کنی، خیلی قوی تره. مهمم نیست طرف با چه فاصله ایه. جان نکتهش چیه؟ میکنم ولی اون که بدونم نیست، رفلکس میکنم. ببین، آرنات باید مکس رنج کلیک شه، فرقی نداره مدوسای اینجا باشه یا اینجا باشه، متوجه شدم خودم. آرنات باید مکس رنج کلیک شه، فرقی نداره مدوسا کجاست، هیرو جلوت کجاست، آرناتو باید مکس رنج کلیک کنی. همین، یعنی چه چسبیده باشه بهت، باید آرناتو مکس رنج کلیک کنی، چه ازاد فاصله داشته باشه آرنا با به. یعنی اصلا من اینو میذارم تای اینجا، بازم اگه مکس یه رنج مشکل داشتم که نمیشد، من نیزه رو اسپیره شد جلو پا خودم میزدم، بعد مجبور بودم موسو ببرم جلو، آها مجبور ببرم. آفرین، همین، تو باید این انگل رو بگیری، این انگل واسه اسپیر زدن رو بگیری، ولی موست رو آره مکس رنج آرنات باشه. منم بخوام این کارو کنم سخت میشه، میبینی؟ اصلا اوکی شدم، فهمیدم چی آره. شد، چون خیلی تمرین من شاید 2 ساعت اینا این 2 3 روز تمرین کردم و با موس میبردم جلو، آرنا هم میذاشتم میشد، ولی خب خیلی سخت بود. آره، این رنجر رو باید بیاد دستت، اوکی این شد، رنجر، 150 آره دیگه، این باید بیاد 50 دستت. یه رنجر یونیته، اوکیه، آفرین، دقیقا. آدم یاد نگیره. حالا فیز اول شد استادی. ببین، استادی حتی یه تایمایی میتونی بری از توی فروموراما بخونی، یا گایدای قدیمی راجب درفت، راجب بازی، گایدای قدیمی دوتا همش نوشتاری بود، مثلا سال 2012، 2013، 2014، اینا یوتیوب اینا انقدر بولد نبود، همه گایدای دوتا رو اون تایما می نوشتن توی سایت ها. فیز اول شد استادی، فیز دوم شد تمرین چیزهایی که استادیشون کردی، فیز سوم میشه انجام اون چیزهایی که خوندی و تمرین کردی توی بازی کامپتیتیف. یعنی دیگه میری رنگ، دیگه میخوای بازی کنی، میدونی هیرو چطوری دمیج میزنه، میدونی هیرو چطوری اسپل میزنه، همه چی تو تمرین کردی، الان میخوای تو بازی اجرا کنی، الان میخوای بری تو بازی زیر حالا اون استرس، فشار، تصمیم لحظه اینا، یهو بپری طرف و اسپیر آرنا کنی، نه اینکه آرنا اسپیر کنی.
یهو میخوای مثلا بری آقا یه پوزیشن خوب بگیری، بپری پشت فایت، یه شارد، یه بیلینک، یه دزول، پشت فایت دو تا ساپورتا رو بدوزی، یه دونه دو بزنی، فایت تازه 3-5 استارت شه. میشه آره میشه اجرای تمام چیزهایی که خوندی و تمرین کردی، دقیقا عین مدارس، عین مدرسه ای که رفتیم تئوری تو کتاب خوندیم، بعد بردن کارگاه انجام دادیم، الان تو زندگیمون داریم مثلا میریم سر کار ازشون استفاده میکنیم. این سه فیز تمرین رو، حالا میگم 5 ساعت وقت داری، 6 ساعت وقت داری، 10 ساعت وقت داری، به این سه فیز تقسیم کن. دیفالت میشینی پای گیم، میشینی پای پیسی، نرو گیم. دیفالت استریم باز نکن، وقت تو پای استریم دیدن نذار. اگه هدف جدی داری وقت تو با استریم دیدن تلف نکن. استریم دیدن واسه فانه، استریم دیدن واسه تفریحه، واسه یاد گرفتن و پیشرفت کردن اونقدر نیست. تو فوتبالیست هم بخوای بشی میری چه میدونم تمرین دویدن میکنی، تمرین نفس میکنی، باشگاه میری، نمی فوتبال بشینی ببینی که مثلا. خلاصه استریم نبین، وقت تو تلف نکن با استریم دیدن، وقت بذار تمرین کن، ریپلی ببین، ریپلی از همش موثرتره، ریپلی ببین، حالا کوچ میگیری کوچ بگیر، یوتیوب ببین، گهگدار استریم هم ببین، بعدش تمرین کن چیزایی که دیدی رو، بعدش برو تو بازی اجرا کن. حله؟ نه که دیسی بودی این هم حرف زدم. نه 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 دارم میشنم. الو خیلی خب، هر چند وقت یه بار یه چیزی بگو چون من خودم آره نتم مشکل داره. خیلی دمت گرم که این راه نمایی کردی. خیلی خب، ریپلی خاصی داری با هم ببینیم؟ ریپلی چند مورد دارم، کدوم رولو میخوای ببینی؟ گفتی میخوای آفلین بازی کنی دیگه، آفلینو ببینی؟ آره ببین دوم هرچی خودت میخوای، اگه میت میخوای میت، کری میخوای کری، نه هرچی که اصلا دیگه نیستم چون منظور هرچی خودت میخوای. ببین دو مدل ریپلی خیلی به کارمون میاد، یکی گیمایی که فکر میکنی خوب بازی کردی ولی باختی، یکی گیمایی که از دقیقه یکش هیچ ایده ای نداشتی واسه وین باید چی کار کنی. یه میذارم برات الان، یه ریپلی برات میفرستم، ماله یه گیمیه که خیلی خوب بازی کردم به نظر خودم، حالا بهترم میشد. من میگم من رول آفلین دادم، مشکلم اینه که اصلا بازی نکردم که بخوام چیزی بلد باشم، همون کارهایی که حالا عادی بلدم به قول نریم بای دیفالت بلدم و انجام میدم، ولی خب خیلی خوب. حالا ریپلایشو برات میفرستم، اونو بهم بگو که چی کار میتونستم بکنم که بهتر از این بشه. اوکی به من چایدی بده، این من چایدی. خب چی بودی؟ اسلاردار بودی؟ آره عشق، خیلی خوبه این هیرو. چرا پیک نمیشه ارفان؟ لاینش ضعیفه، فهم که لاینش ضعیفه، خیلی سیچویشناله، تو شرایط خاص پیک میشه. گفت نمیتونی پیک آفلین تو خیلی دیر بزنی، معمولا پیکای آفلین تو فیز اول یا پیک اول فیز دوم زده میشه. آخه خوبه، لامصب خیلی قویه، ندیدم هیرو آفلین مثل اینو مارس، جدا خیلی عجیب غریبه. بذار ریپلیش دانلود شه. کشتم تو این گیم خودم از بس که زدمشو، ولی بازم باختیم. همارم بک لاین رو میزدم، یعنی ویچ داکتر رو 11 بار کشتم. بذار ببینیم چه کردی. خب ببین، از شروع بازی چیزی که باید بهش فکر کنی اولیش اینه که داری میری جلوی چه لاینی، جلوی چه هیروهایی قرار بازی کنی، واسه جلوی اونا بازی کردن چه استارتینگ آیتمی میخوای، و اولین آیتمی که از بیس قرار بیاری، یعنی در واقع اولین کوریر یوزیجت برای چه آیتمیه. اولین کوریر یوزیج تو مهمترین فیز کوریر یوز کردنته، چون سرعت کوریرت کمتر از بقیه تایم هست. وقتی لولت پایین باشه کوریرت سرعتش پایین تره، هرچقدر لول اپ میشی سرعت کوریرت میره بالا. بعد اگه اولین آیتم رو اشتباه بیاری
مثلا میگم باید تو اولین کوریرت یک سلف بیاری با مثلا رسپی بریسرت، تو فقط رسپی بریسر رو بیاری، بعد تو اون تایمی که باید وایسی کوریر بره بیس با اون سرعت کم، سلو و ور داره، وقتی سلو و ور میداره سرعتش کمتر هم میشه، سلو و ور داره واسط بیاره، مجبوری مثلا دو ویو از دست بدی، سه ویو از دست بدی، کوریر هر وقت آیتم ریجن بذاری توش 15% اسپیدش کم میشه. واسه همین اولین کوریر یوزیجت خیلی مهم میشه. پس شد، داری میری جلوی چه هیرویی؟ چه آیتم هایی میخوای؟ بذارم 15% کم میشه. آیتم های ریجن، سلف، تانگو، مانگو، کلرتی، فیری فایر، باتل. ریلی من نمیدونستم آره بذاری تو نمیدونستم کوریر پونز، فرقی نره چند تا بذاری ها، یه دونه هم بذاری 15% کم میشه، 10 تا هم بذاری 15% کم میشه، 10 تا که نمیتونی بذاری، 9 تا میتونی بذاری. نه پس واسه همین اولین کوریر یوزیجت خیلی مهمه، چون میگم هم لولت پایینه سرعتش کمه، هم اگه قرار باشه توش ریجن بذاری سرعتش کمتر میشه. اولین کوریر یوزیجت تو باید بهش فکر کنی از الان که چیه. بعد اینکه به لاین تو اولین آیتم و فلان و اینا فکر کردی، باید به این فکر کنی از الان ها، به این فکر کنی این بازی رو تو چطوری میبری، هیروت این بازی رو چه شکلی میبره، چه شکلی میزنه، باید بهش فکر کنی این بازی چطوری وین میشه، چی کار کنم وین میشه، با چه آیتمایی وین میشه. اینا چیزاییه که تو از شروع بازی باید بدونی. وقتی اینا رو از شروع بازی بدونی هیچ وقت دیر نمیای تو فایتا، یعنی وای نمیستی بیش از حد فارم کنی، میدونی آقا با این فارم با این لول اپ میرم میزنم، دیر نمیای تو فایتا، هیچ وقت هم زود نمیای تو فایتا، میدونی آقا مثلا من فلان آیتم و فلان لول رو هنوز ندارم، زور هیروم نمیرسه، پس نمیام تو فایت. این تایمینگ تو مشخص میکنه، اگه از اول به این چیزا فکر کنی تایمینگت خیلی راحت مشخص میشه. خب شاپت سمت چاک بذارینم هیچ کار میکنی. خب لولاتو با کیبورد نمیگیری؟ اینا هنوز یه ذره چون کنار همه دکماشا بعضی وقتا فیل میدم، زیاد روش فشار نمیذارم تو رنگ، ولی خب تمرینش میکنم معمولا. سرعت تایپ کردنت خوبه با کیبورد؟ سرعت تایپ کردنم خوبه، ولی خب یه ذره کیبوردم انگشتم اینا بزرگه، دکما را گاهی وقتا فیل میدم، مثلا وسط فایت نمیتونم خیلی راحت و دونسته کنترل بگیرم، مثلا ای بزنم، ممکنه کنترل که میگیرم دبلی بخوره چون انگشت دستم و خیلی خب بزرگه. اینو باید تمرین کنی که این میسکلی که تو بیاری پایین تر، چون مثلا مثلا آره انگشت اشارم تا انگشت کوچیکم تا آی میرسه، خیلی دیفالت آی میرسه، یعنی کنترل دست انگشت کوچیکم رو کنترل باشه تا آیو میزنم. بعد تو حسابشو بکن، میخوام مثلا این سه تا چهار تا اولیو بزنم، بعد یه ذره تمرین میخواد، راحت نیست. آره برای اینو همین تمرین کن، چون ببین مثلا یه موقعی هست وسط فایتی آره شیش میشی دقیقا میخوای شیشو بگیری بزنی، نمیتونی موسم وسط صفحه بیاری شیشه تو بزنی. آره واقعا خیلی این مهمه، قبول دارم. برای همینم من اومدم سرعت موسم رو یه ذره بردم بالاتر از حالت عادی، که اگه یه موقعی هم شد وسط فایت دیدم با دست با کیبورد نمیتونم با موس این کارو انجام بدم. خیلی خوب، عالی. ببین نوبم اینجا خوب چیز نمی کنم به خاطر اینکه من اصلا آفلین پلی ندادم و آنالیز اکانتم رو بیارم برات. 83% میت بوده، بقیهش کریه رومر بوده، یعنی اصلا آفلین بلد نیست. اوکی مسئله نره، یه چیزی یادت باشه راجع بلاک کردن بهت بگم، بعد این تو ذهنت باشه یونیت های آفلین از اینجا میپیچن اینور، این صاف نمیان، از اینجا یا میان اینور. کردنم این که دوبار اف بزنم رو هیرو لوکشر اونو بلدم، ولی چون همیشه اینجوری دادم اما یه ذره اونجوری برام هنوز ناشناخته است، در صورتی که اونجوری خیلی راحت تر. آره اون کارو بکن، اون خیلی راحت تره دیگه. ببین یه چیزی که باید حواست بهش باشه اینه که لول تو تا وقتی نرفتی تو لاین لازم نشده نگیری، لول رو حفظ نگیر، برو تو لاین ببین چرا اسلاردار داده فرق هیچ وقت نمیگیرم خب، ولی اسلاردار فرق میکنه، لول دوش اندازه لول سش استان میکنه، با این تفاوت که لول 3 دمیج هم میزنه، برای همین 3 میگیرم همیشه، خب مگر اینکه یه لاینی باشه مثل جاگرنات اصلا نمیگیرم که اگه نیاز شد یک بگیرم. درو حالا جلو دمیج جاگر که ستم به درد بخوره. ببین واسه این میگم، تو
تو واسه این که توی این لاین وایسی اتک بدی تا ست رو شارژ کنی، یا بخوای این یونیت رنجر رو بزنی، اگه ست شارژ نباشه بخوای بری دیفالت یه دونه به این اتک بدی، چهار تا از اسلارکه میخوری، چهار تا احتمالاً هم ویچرک داره میخوری. این سه باید شارژه و چون جلو هیروی داری بازی میکنی که دوست داره جلو هیروی میلی بازی کنه، سخت شارژ کردن این. ولی لول یک مثال میزنم، اگه دو بگیری سر لستیت یونیت ها وقتی یارو میاد روت، اتکو که میدی واسه لستیت یه دونه هم میکوبی، یه دونه هم میزنی تو سر یارو بکم میدی، هم لستیت تو سیکیور میکنی، هم به یارو دمیج میدی، هم هرس نمیشی. انا کن تو اصلا واسه یونیت رنج نمیتونی بری چون میترسی اسلار که میزنه تو سرت، اون یونیت رنج نباید از دست میرفت، یونیت رنج اولویت خیلی بالاییه واسه لاست تو لاین. هرچی اگ رو میگیرم نمیاد اینجا. ببینید چند بار ای گذاشتم رو اگرو کولان داره دیگه. آخه اصلا نمیاد، یه بارم نیومد. البته فکر کنم پوجه داره اینجا خراب کاری میکنه. وایسا آها اونم داره اگ رو بیت میکنه اسمار. اینا الان تو کام اگرو کردی وایسا، الان ببینم اینجا که یونیتا رو تگرو شدن زدنت بعد رفتن عقب. تا چکم خوردم. اگرو رو کامل به توضیح میدم داستانش چیه. دستی تو اوکی بود اینجا همه آره اینا آره رو؟ لول سگی یک گرفته بودی، شاید بیت شکل دار میتونستی بکشی، یا اسلاردار بیلد قویش اینه که لول سه هر ستا لولش رو داشته باشه. میدونی یه ذره سر میت که پلی دادم رو لست هیت بیشتر از کیل حساسم. حساسیت اوکیه، باید من لسیتو اگه داری بکشم، میزنی یه دونه کیلم لاولاش بگیر. آخه میدونی اینو دوبار که سه بگیری دیگه رنج سیکیوره. میدونی چی میگم؟ آره ولی خب تو نمیتونی که هیرو تو واسه یه راحتیت بازی کنی، تو هیرو تو لست هیت زدن رو باید با اسکیلت بزنی، باید با تواناییت بزنی، نه اینکه یه لولی بگیری که باهاش بتونی راحت تر لستیت کنی. تو لستی تو باید بتونی با اتک بزنی اصلا بدون سه، تو لستی تو با این دمیج 68 به علاوه 3 به علاوه 8 باید سیکیور کنی، لازم نیست دیگه بش بزنی. اوکی. لستی تو با اتک داری، کیل هم یه دونه یک داری میگیری. پاره شدم. چرا وایسا دیدش تایپ میکردی؟ فکر کنم اینجا منتظر بودم ملد بره از رو سرم، چون جدا از ملد ویچ داکتر خیلی میترسم. مردیکت بر آخه یه دونه یونیت رنج رو اصلا ول کردی. ما کیلم ول میکنم سر این لول، خیلی میترسم. جدی میگم اصلا میری یا رو چهار تا میزنه تو سرت میمیری، خب یعنی باید چی جلو از سر مردیکت چی ول؟ کار کنی؟ من فکر میکنم هود بخرم خیلی جواب باشه. اوه اون همه پول بدی مالدیک چجوری دمیج میده؟
بعد از اینکه یوز میشه روت، هرچی دمیج بخوری آها اچ پی کم بشه بهت برمیگردونه. اوکی، اگه دمیج ریجن کنی دمیج رو چی؟ ریجن کنی؟ نه اوکیه. خب دیگه پس یه دونه استیک بذار جیبت، یه دونه آها استیک بذار جیبت، ملدیکتو بندازن روت، اتک هم بدن، بزنن بزنن بزنن، استیکر رو بزنی پرشین، ملدیکتو بهت دمیجی نمیده. ولی خب آخه اینجا یه دونه لول یوز میکنی، یه ملدیکت میزنه فقط خب تو تو اینجاش. طول لاین، حالا الان ملدیکت زد، تو طول لاین یه بار استان میزنه، یه بار ملدیکت میکنه، اسلارکه یک دو میزنه، یواش اگه این یواش یواش. رو میخرم یه دونه ماجیک استیکم بخرم. آره یه دونه استیک جلوی ویچ داکتر خیلی افیشنته، خیلی به دردت میخوره. اوکی. آخیش چه زدمش. شبانه روز ملدیکتش رومه اصلا نگاه ول نمی کنه پدر سگ. حال میایی آخیش. دست فرنی میداره اصلا میرسه ملدو میزنه روم. از صبحمو خراب کرده. لاینت که اوکی بوده. نه زدمشون اینا هم خب خیلی قوی نبودن، ولی خب باختیم اکچولی. الان چک میکنیم ببینیم باز چی باختیم. آخ چه بد اینجا میمیرم دیگه، ول این نکردم بحث دیگه. همون تایمینگ است. آره زود اومدم. این بحث همون تایمینگ اصلا است. با اچ 600 چرا من باید تیپی بدم؟ آره این بحث همون تایمینگ است. با این اصلا جلوش بودی، میتونستی پیاده بیای. میدونی اگه اینجا وارده رو داشتیم زده بودمش، صد زده بودمش. نداشتیم ویچ خب داکترم خوب اومده بود اینجا. ببین قرار شد راجع به این چیزا حرف نزنیم، اگه وارده رو داشته بودی تو اونجا، اگه فلان آره کارو دیگه میکرد. اشتباه آره کردم اومدم اینجا. نسبت به شرایطی که توی لحظه میبینی باید تصمیم درست بگیری. تو اینجا اینجا خودت دیگه باید ویچ، بک می، اگه اینجا بک میدادم نمیمون. تو اصلا این موبت از اینجا غلطه، تو باید الان خودتو ریجن کنی وایسی لاینت. اگرم میخوای به سمت اسکای موف بدی باید موف بدی، چون این یارو لوه، تو همینو از اینجا بیای سمتش میزنیش. کارای عجله‌ای کردن، تصمیمای لحظه‌ای گرفتن همیشه کار تو خراب میکنه. تو الان نتورک یک بازی ایکس پی هم اونقدر مثلا مید لینرشون عقب نیستی بگی یارو مثلا 11 من هفتم، تای هفتی تقریبا هشتی، اون نوه، اونم کیل گرفته نوه الان. واسه همین تو اون هیرو قویه مپی الان، تو باید حواست به خودت باشه، تو نباید هیروت رو فورس به کاری کنی، فورس به انجام کاری کنی که از پسش بر نمیای. این بحث همون تایمینگ است که بدونی، یعنی تو لحظه عجله ای تصمیم نگیر، یهو اینطوری نباش که اوه اوه برم اینو بکشم بعد نتونی بکشی همه چی خراب شه. بعد یه چیز دیگه ولی هم با که این حال باید چه 10 فرار کرد. تو اصلا بگو با اچ پی یک فرار کرد، آره این فرار تصمیم کرد. لحظه ای که داری میگیری تصمیم درستی نیست. در کنار این قضیه ناکن، تو خودت داری واسه خودت سلب و میاری که خودتو پر کنی. میگم تصمیم لحظه ای گرفتن همه چی رو خراب میکنه. تو الان از اون بولد بودن و اسنوبال بودن هیروت با این یه دونه موف خیلی انداختی، خیلی انداختی، چه بسا اون ویچ داکتری که 4 بار 5 بار کشتیش هم بهش کلی ایکس پی گولد دادی. بعد با اسلاردار اینو باید حواست باشه، میگم به این به چشم یه دونه دده یه بار مردنه،
ولی تاثیرش کم نیست، تاثیرش زیاده. واسه تویی که اون کردی گیمو، لاین تو انقدر بازی و جلویی، واسه تو خیلی مهمه دد ندادن، چون هم دد بدی از این بولدی خودت عقب میفتی، با بقیه تقریبا مساوی میشی، هم انمی رو قوی تر میکنی. هر چقدر نتورتت بالاتر باشه، ایکس بیت بالاتر باشه، بمیری انمی رو قوی تر میکنی. این باید حواست باشه. بعد یه قلقی هم که اسلاردار داره، هر وقت میخوای جوین بدی، فلان کنی، بیسار کنی، هر کاری کنی، با بش شارژ برو. یعنی الان میخوای مثلا موو میت بدی، دو تا به اینا بزن یا دو تا به این لاین بزن. راه نبود اینجا برم، رفتم بون تیو بردارم برگردم دیگه. اوکی، پس این همین، حواست به این تصمیم لحظه یه باشه، شرایط هیرو تو ببین بعد تصمیم بگیر. خیلی خر شد. یکت کولدان اچ بیت کم، ست شارژ نیست، همه چی به هم ریخته است. ویچرک درار دیگه چقدر ایکس بی گرفت؟ 6 شد. 5.5. 5.5 هم کمتره. بدونم اسکای چنده؟ اسکای اول 9. این 6 میشه، این میشه 9.5. این اون دد است که نباید بدی. 380 تا هم گولد گرفته، 90 تا هم ویچرک داره گولد گرفته. سیصد دوباره خودش میگیره. نه، یکی گرفت. نه. آره 380 تا گرفت، نه بس گرفت. یعنی چشمن اسمی یه دونه داده، ولی خیلی تاثیر داره. بابا وینتر بر. خیلی بدی. وینتر بر تو ایدیت دیدم خوشحال شدم. آره. البته برونز وسمون در. اوکی، همین که. بلک کنارته. باریشالله، خیلی خوب پوش دادی، حواست به سیچ کریفت بود. فارم انمی رو هم داری میزنی، این کارت خیلی درسته. اینجا دوباره خرش، این دوباره موزوری است. البته موزوری هم نبود، تاور دقیقا افتاد همون موقع، من گفتم میزنم، ولی خب سه نفر اومدن میدونی، گاهی وقت دست کم میگیرم. چی شد؟ تاوره افتاد؟ چی شد؟ تاوره ندارم دیگه. خب گفتم میرم میزنمش، دوتا میرم سرش، بعد دیگه تی پی آر رو کیدم برگشتم، ولی دیگه تا اسلار کم اومد. ببین خب فرض میکنیم تو اینجا میرسی اصلا اینو بکشی، هرچند که نمیرسی، تو از اینجا بخوای جا سه تا هیت میخورد، سه تا هیت میخوره در حالتی که ست شارژ باشه. نه میمرد قشنگ، یه یک میزدم زیرش، سه تا چهارمی ها که میخورد میمرد، ولی خب نشد. خب چرا نمرد؟ سایلنس هم کرد داشتی. خب پس نمیمرد دیگه، سایلنس هم که میکرد دلاخره دیگه، اونم لول میزنه نگاهت نمیکنه که. گفتم خب میزنم دیگه. خب همینو میخوام بهت بگم، تو هیروز رو باید دستت باشه در بهترین حالت بازی کنی. بحث همون اسپیر آرنا است. گفتم تو مثلا تا اوریج 7K و میتونی به پری اسپیر، میتونی به پری آرنا اسپیر کنی، ولی از یه اوریجی بالاتر رو به پری بغل یارو آرنا رو باز کنی، بی کی بیا میزنه دیگه، نمیتونی اسپیر کنی. تو همین جایی که بازی میکنم هم نمیشه آرنا اسپیر کرد دیگه. خب پس دیگه چه بهتر، تایید حرف من. حالا اینو میخوام بهت بگم، تو باید واسه اون آرنا اسپیر زدنه، واسه اون اسپیر آرنا زدنه آماده باشی، باید توانایی انجامشو داشته باشی، باید اول بلد باشی بعد اسکیلشو داشته باشی. حالا هیروی تو اسکیلشو نمیخواد، فقط باید علمشو داشته باشی. نگاه کن این صحنه رو، این صحنه اینو چطوری میتونستی بکشی؟ یه دو اول برم زدم. نه دو نمیرسی بزنی که، دیدی رسیدی یه دونه اتک بهش دادی، اگه سه هم شارژ بود میشه تمام شد و رفت. حالا یه چیزی بگم، این سه رو من همیشه شارژ میکنم و نمیدونم تو این گیم اینجوریه،
نمیدونم چی شد، یونیت دم دستم نبود. من معمولا این سه رو با شارژش میرم جلو، حتی اکوم که میاد رو دو تا شارژ میبرمش جلو، آها خیلی بهتر میزنه. خب دیگه حالا چیزی که من دارم میبینم و بهت میگم دیگه، میگم الان اینجا شارژ بود اینو میتونستی بکشی، بعد آره مثل اصل صدا میداد. الان تایمینگ فارم اکوته، الان با انرژی بذاری واسه فارم کردن، بعد نگاه کن با اچ پی نصف چه موو اگرسیوی داری میدی با اچ اینجا پی. ویژن ما داشتیم، ببین کجا وایستاده. جدا من ویژن رو داشتم که رفتم. ببین خب تو به من بگو اسکای کجاست الان. و نمیبینمش دیگه، من ستاره رو بالا دیدم، گفتم حتما اوکی یا پشت اون سه نفره برم از بکلان بزنم آها یا اینکه اینجا نیست داره فارم میکنه. ویژن هم داشتم، بعد ببین اوکی خیلی بد اوکی اوکی کجا داره فارم میکنه؟ جنگل پایین کم پایینی پایینیه که فرار کرد رفت این یه اونجا. دونه رو ببین، پایین آره پوش اسکای نیست، آخه مید ببین لین این شمایید، کمپش انت نمیتونه اسکای فارم کنه، ایزی کمپ هم نمیتونه، اسکای اونجا کمپ حتی رفتی. لارج کمپ هم وای نمیسته فارم کنه، اسکای آره دیگه پوزیشن میگیره واسه کیل گرفتن دیگه، اگه قرار باشه دقیق. بگیم نمیتونه اسمال فارم کنه پس لارج هم نمیتونه فارم کنه، اشنت هم نمیتونه فارم کنه، پس با داره پوزیشن میگیره واسه کیل گرفتن. موو اگرسیو رو وقتی میدی که هیروت آماده است. ببین کل چیزی که میخوام باهات راجبش حرف بزنم تایمینگ هیروته. من الان به تو نمیتونستم راجب لاین کنترل حرف بزنم چون داشتی درست بازی میکردی، هر وقت اتک میخوردی میومدی عقب، سر اینکه یونیتات رو هیروهای اونو اگرو میشدن لاینت پوش میشد میومد سمت تو راحت لستید دینای تو میکردی. نتونستم بهت بگم تایمینگ سیچ کریپت خیلی مهمه واسه تاور زدن، نباید فیل کنی چون خودت این کارو کردی، نه تنها سیچ کریپ اومد رو تاور بلکه خودت اومدی زیر تاور یونیتار هم گرفتی. گیر کاری که الان من دارم از تو میبینم به عنوان بولد ترین چیز اینه که رو تایمینگت رو شرایط خوب هیروت موو نمیدی، یعنی با اچ پی نصف موو میدی، تو لحظه تصمیم میگیری موو میدی، ستو شارژ نمیکنی موو بدی، و اینکه رو تایمینگ اکوت 50 قلب تا تو جیبت نمیزنی موو میدی. 20 تا گولد میخوای، اون 20 تا گولد رو فارم نمیکنی تا اکوت بیاد بعد موف بدی. الان این سوالی هم بازی دارم. سالوم داری، الان این بازی که من دارم ازت میبینم همه چیش اوکیه، اگه این ریزه کاری ها رو درست کنی این بازی اصلا به دقیقه 50 نمیرسه که بخوای ببازی. این بازی الان فرض کن تو این یه دونه ددو اینجا نده بودی، این اسکای رو اینجا کشته بودی، چه بسا شاید بعدش ویچ دکتر هم میتونستی بکشی، با سه شارژ میمد اینجا دوباره اسکای رو میکشتی، الان لول 12 بودی، 1200 هم گولد داشتی به علاوه اکوت، به علاوه اکو 1100 1200 هم گولد داشتی، یعنی به بیلینکت هم نزدیکتر بودی. اینکه الان از به اکو هنوز 16 تا گولد میخوای تا برسی، انمی اونقدر عقب نیست، از بیلینکت هم انقدر دوری، سر همین سه چهار تا موه. فرض کن اکو بیلینک کجا این که مینه مثلا 18 بیاری مینه 15 بیاری، خب خیلی هیروت قوی تر میشه. بعد اتفاقی هم که داره میفته همش کارهاییه که خودت داری به خودت آسیب میزنی. جیری رو مرز وایستاده، این خیلی هرسم داره، این خیلی میگم هرسم اینم داره. باید تو ذهنت باشه، تو وارد داری اونا هم وارد دارن دیگه، یعنی این باید بهش فکر کنی که این من دارم میبینم امکان داره اونم ما رو ببینه. ویژن چه زر اسکایر رو نها کن، اسکایر داره تو رو میبینه، آره دیدی داشت، آره دیگه قشنگه ولی احتمال اینا رو هم بده. چقدر بد زد من اونجا. ببین اکو دوباره هم نایمد، جالبه که رو مرز اکو نایمد، فست کویک بایم نتونستم بکنم، اصلا موندم توش، گفتم یعنی چی، چه مرگی بود. دوباره یه 309 هم بهش گلد داری. آره کثافت. میبینی هنوز اکوه نیومده، بیلینک نیومده، این بحث همون تایمینگ است، یعنی من الان فقط تو این بازی میتونم راجع به تایمینگ تا الان حرف بزنم. این استعدادی که دادی رو نباید میدادی، الان نتورتت باید مثلا جای 5 و 300 6 و 500 6 و 600 اینطورا می بود، جای لول 9 هم باید لول 11 12 می بودید. این که زنده میشی موف میدی خیلی درسته، جای اینکه تیپی کنی موف میدی. سگ بیرون اکوه کشید اومد قوی شدی، زدم
میبینی اکو اومد قوی شدی، خب وای میستدی از اولین اکو بیاد بعد موف بدی دیگه. امیر میذارم برم مرد، میکشمش. میمیره میمیر. آره خب بعد سلف که میزنی آیتم های استرنت تو دراپ کن که سلف بیشتر پرت کنه دیگه. جدا نیازه که بذارمش پایین ولی نذاشتم. بکن کارهای خوبی که بلدی رو انجام بده دیگه. آره باید انجام بدم. میدونم اما من دقیقا 800 تا 900 تا HP مال آیتم همه ولی نکردم این کار، اشتباه کردم. یعنی قشنگ میذاشتم پایین پول میشد HP با یه سال. ببین 200 تا داره اون میده، 200 تا میده، این 400 تا 200 تا میده، 600 تا HP مال این همه. اینکه 100 تا میده، 100 تا 100 تا 200 دوتا تا، آره آره 200 تا، این هم داره 200 تا میده، 400 تا این بیشتر داره 260 تا میده. این داره به 260 تا میده. آره هم تقریبا یه 660 تا اچ پی مال این ها، 2000 تا اچ پی دارم سال 800 تا اچ پی میده. خب الان این موو تو میبینی، موو پرتی که داری میدی و از اینجا که میکشید، از اینجا که بیشتر درار میکشید، کارت چیه؟ نمیدونم فکر کن، الان تو بازی نمیدونستی، الان فکر کن. کنم پوش بدم برم تا بره بالا رو دف بدم. بگو بگو همطوری بگو. فکر کنم تا بره با آرس. نه نه دیگه جدن نمیدونم. فارم ابجکتیو یه موقعی فارمه، میدر اگه بودم واقعا فارم میکردم ولی چون آف لینر هم نمیدونم. من تو فارم این گیم ببین. یه سنایپر و یه دونه درو رنجرن مثل چی دارن میزنن. خب اوکی بذار دستبندی کنم بهت بگم، هر هیروی تایمینگ داره، اینکه ساپورتم فارم نمی کنم یا آفلینم فارم نمی کنم یا کریم همه ی فارما رو میزنم، اینا غلطه. یه موقع میبینی آقا یه دونه مثلا بیلینک یا شارد روی پاجت از باترفلای درو رنجرت مهمتره، میذاری پاجتو تو ایشنت کمکش میکنی ایشنت ها رو بزنه شارد رو بیاره. بازی اولویت داره، تایمینگ داره. میره فیت میده اگه فارمشو زدی. نه من دارم اوورال میگم، با پلیر انسان دارم این صحبت رو میکنم. فکر میکنیم که یارات آدمن، قرار منطق دوتا رو بفهمن، میخوام قانون دوتا رو واسه تو روشن کنم، نه اینکه یارت چه ریاکشنی نشون میده، میخوام مایندست تو رو درست کنم. وقتی داری به این فکر میکنی که من اگه کری بودم مید بودم فارم کردم، آفلینم فارم نمیکنم، پس چطوری قرار پول در بیاری؟ فکر کن انمی میره قایم میشه پشت تاوراش، تو هم یونیتا رو نمیزنی که مثلا چون آفلینم نباید فارم کنم. تو وقتی آفلینی یا میدلینی یا کری هرچی بازی و جلویی، اونی که اولویت فارم بیشتر داره فارم سیفر رو میزنه، اونی که میتونه اگرسیف تر جلوتر باشه فارم انمی رو میزنه. تو الان تو جای خیلی درستی هستی، تو جات خیلی درسته، کل جنگل پایینو از انمی گرفتی، کل جنگل بالا تو داره اسنایپر میزنه، دروت هم داره لاین و تراینگل و لارج کمپ و اسمالو میزنه. این سه تا کمپ واسه توه، این سه تا کمپو فارم کن جای اینکه قدم بزنی. این قدم زدن رو نگاه کن، همینجا جای اینکه اینجا اف کی وایسی اینو فارم کن. زیر ویژنید دیگه، واردو میخوای دف بدی دیگه، این دوتا کمپ الان باید فارم شه، یا حتی این سه تا کمپ، این سه تا کمپ الان باید فارم شه، این سه تا کمپ فارم توه. بعد مینه بازی رو نگاه کن، مینه بازی عوض میشه، تو این کمپ ها رو فارم نکردی هنوز. یعنی تو هالیوود منم فارمشو نکردم، فقط یک کیل خوب گرفتم. تو اینا رو فارم میکردی، کیلر هم میگرفتی. هزار تا فرقش بود دقیقا. آره 400 تا در آوردم، کمپا رو میزدم 600 800 تا در میزدم. آفرین، با این فرق که الان دوباره این کمپا سامن میشدن، دوباره هم میتونستم 800 تا دیگه 400 تا دیگه در 400 تا دیگه در بیاری، تمام شده رفت. یعنی کل این موو پرتی که دادی رو همین الان دوباره میتونی فارم کنی،
اولویتت یه موقع هایی رو بذار واسه فارم کردن. اسلاردار هیروی نیست که بیاد لاین پوش بده، حالا این فارمش میارزه بیاد بیای بزنی، ولی این کار یکی دیگه است. تو اوورال نرم خود دوتا میخوام بگم این کار یه هیروی دیگه است، چون تو میتونی این سر وایس کسی نیاد بالا و این فارمو بزنی، ولی اسنایپر نمیتونه وایس این سر کسی نیاد بالا و این فارمو بزنه. اسنایپر وایس اینجا میکشنش، این میشه فارم اسنایپر یا درو، این میشه فارم تو. بیلینکت هم آوردی، الان دیگه زن ها میکنم باشم. اکشولی اینجا میمیرم. اکشولی اینجا میمیری که وایسا بیلینکت بیاد. اکشولی این اکچولی نریمان. خب اینو وایس تو ببین، این تایمینگ توه، اینو وایس بیاد آخه بابا. میدونی خیلی حال میده بزنی یادو. خب حال که میده، میری یه جایی که اصلا فکرش نمیکنه میزنیش، میبینی گلدی که دادی رو. آره 600 تا 700 تا نتورد دادی به انمی، 700 تا نتورد دادی به انمی، این خیلیه. 700 تا نتورد با این اوصاف که روی تایمینگ بیلینکت میمیری، یعنی تو الان رو تایم بولد اونو کشتم بعد مردم، اون نتورد سر رو نمیگیره، ایکس پی رو نمیگیره، گلد رو که میگیره. آره خب گلد رو میگیره، گلد رو میگیره، ایکس پی رو نمیگیره دیگه. تو اینجا به تنهایی 700 تا نتورد انمی رو بردی بالا. ببین اینا چیزاییه که تاثیر داره. وایسا رو تایمینگ هیروت موف بده. الان تو همین اسکایو ببین، تو باید اینطوری فکر کنی که یا با بیلینک میرم روش میکشم و نمیمیرم، یا نمیرم روش. اصلش نمردن است. آره موف زوری نده. ببین تو کوری، کور باید اولویتت قوی کردن خودت باشه. از این حالتا که من اینو خیلی میشنوم، طرف میگه خب من اگه جای لست هیت دینای کنم یارو رو عقب میندازم. تو باید لست هیت کنی، خودتو قوی کنی، مینوایل دینای هم کنی، یارو رو هم ضعیف کنی. اینم الان همینه، تو باید بکشی خودتو قوی کنی و مینوایلش نمیری که خودت ضعیف شی. تو اگه لست هیتو ول کنی فقط دینای بزنی، یار رو ضعیف میکنی، خودت هم قوی نمیکنی. اینم همینه. وایسا تایمینگ بیلینک دوباره ست شارژ نیست، دوتا بزن ستو شارژ کن، بیلینکت بیاد به پر بغل یارو بکوب شیش بنداز دوتا بزن تمام کن. بعد یه حرفی زدی راجب سه اسلاردار، گفتی که من وقتی اکو میارم سه ما رو دوتا شارژ نگه میدارم. وقتی اکو میاری اتفاقا سه تا باید رو سه تا شارژ نگه داری. یعنی که اسلوشن بگیر. نه منظور این که دو تا هم میشه رفت دیگه بعدش. میدونی دو تا هم میشه رفت. آره ولی بهترش اینه که رو سه تا بری. که اتاکو میدی بش میزنی سریعتر شارژ. آره. ببین دوباره موضوعی هستی. تو الان عین چهار تا ددی که دادی رو خودت دادی. یعنی هیچکی اینطوری نبود که تو رو بکشه. عین چهار تا دد خودت دادی. جام که اینا رو یاد میدی واقعا. بگم خریات رو با چه کاری آخه؟ مجبورم. نه اون دنگ ایکس بتو میگیره. نه نگرفت. گرفت دیگه. نه ایکس پی اونو گرفت. ایکس پی لیچو گرفت. من که مردم نه. بذار ببینم. اونا همه ایکس پی لیچو میگیرن انگار. ببین من اینجا مردم. ایکس پیش تکون نخورده. تو نمردی هنوز. اینجا اینجا لیچ میمیره. من فکر کردم اینجا تو 12 شد. خب با این وقتی انقدر قوی میشه خود تو دیگه نمیتونی اینو بکشی. 12 شد. از چقدر؟ از 20 به 11 شد 12 و نیم. این ایکس پی لیچو میگیره میشه سر 10، ایکس پی تو رو میگیره میشه 12.5. اینا تاثیر داره. بعد پاج تو رو شما تیمید که جلویید، شما جلویید، ساپ تو 10، ساپ انمی 12. اوه چه بد شد.
اینا تاثیر داره. اینه که بعد جدا تاریک آخ رو من تایمینگ میخوای بلینکت، رو تایمینگ بلینکت هفت بذار من دد تورم بیارم فایت ریکاپشو چک کنیم. اینو فکر کنم این بقیهش رو چرا نزده، اون مقدار گولدی که شیر شده چرا نزده. تر بیاری اینجاست چرا؟ شاید اونو نمیاره این تو که بقیه چقدر فلان شدن، شاید اونو نمیاره. هزار تا ایکس بیدادم دیگه. ها هزار تا ایکس بگرفتم. آره 1100 تا ایکس بی گرفتی از کیل، 233 تا گولد گرفتی. میخواستم اون اختلاف نتورک رو فایت ریکاپ نشون بدم که مثلا اینکه اونطوری دقیق نشون نمیده. اینو باید بخونم ببینم چرا اینطوریه. رو تایمینگ بیلینکت دد دادی، پرشر از دستتون رفت، مپ رو دادید به انمی، وارداتون رو دادید به انمی، پوز 4 انمی رو لول 12 کردی، بعد ناراحت میشی میبازی. خب میبازی دیگه. ببین اومای جنگلشون هیچ فارمی نیست، همه فارما رو زدن رفتن. اینم که بلاک کردی. دوباره گرفتم چغر تکون نمیخورم از جنگلشون. کارت درسته. خب برای اولین بار ست شارژه. زدم پارش کردم دوباره باری کلا. آها آها این هم میزنم دیگه. فرار کنی که راست میگی. بیا انحال دار کشتت تذیری یک شبیه بیرون میکشمش، نمیذارم به صد میکشمش. دیدی چقدر راحت تر بود فایت با بیلینک؟ بعد دیدی تو هستی چقدر قوی ترید؟ میبینی چقدر قوی ترین وقتی تو هستی؟ دو کی فقط تو دمیج دادی. این درو هم دمیجی که داره میده رو آرمور منفی داره میده دیگه. دمیجش خیلی عجیبه برا من. یعنی تو اصلا کاری نکن، همین شیشه تو بنداز، شیشه رو بنداز. آفرین شیشه رو بنداز. خیلی افکتش بالای این هیرو جدا. اصلا در مورد آرمور یه نفر بدونه من تعجب میکنم. یه کاپیتان یه تیم بدونه در مورد آرمور الدر تایتان اصدار داره نکشه. چرا؟ خیلی مهم من اینا دیگه. حالا من اوناشو نمیدونم. این ساپ انمیه ها، این ساپورت انمیه. نگاه کن کری چقدر باید بزنتش تا بمیره. میبینی این همون یکی باید دوتا بخوره. خب حالا همچنان جلویت. این تیپیت غلطه، این تیپیت خیلی هم غلطه. چرا؟ تو مپ الان داره چه اتفاقی میافته؟ فایت تموم شده. خب بالا ممکنه پوش بخوره، رفتم بالا رو بگیرم. خب ها میگی چرا تیپی کردم؟ آره آره. ببین وقتی یه فایت میزنی، وقتی یه انمی رو میکشی، باید چی به دست بیاری؟ نه تیپی پول لازمی بود به خدا. بابا پول لازمی که از تو ریور با یک برو دیگه، زیر تاور نرسید هنوز که. از تو ریور میرسید، تو هم میرسیدی تهش. این دوتا میلی جلویی ها میمردن. تو اینو از تو ریور بیای، تو این 3 ثانیه‌ای که تو تی پی بعد 3 ثانیه اینو موف بدی، تو اینجایی. بیلینکت هم ردی میشه اینجایی، موف بدی تهش اون دوتا میلی ها مردن، بقیه رو میرسی بزنی. بیلینک هم ردی میشد. 80 ثانیه کولدان و 100 تا گولد و سر دوتا میلی نمیدن که. بعد این قدرت جابجایی تو تو مپه، تو خودتو بالا با این ریسورس نشون بدی، انمی میاد یاراتو میکشه. انمی ها نکن چطوری همشون میرن پایین واسه اینکه پایین رو دف بدن. این تی پی ها رو میبینی تو مینی مپ؟ اینا همشون سر اینه که میدونن تو نیستی. ولی میرسم فکر کنم. ببینم. میرسم. ای جونم میرسم. میرسم. رسیدن میرسم که من. میرسی. پسر خوب من میخوام یه دیدیو به تو بدم. سر من که نبودم اسنایپر رو کشتم. یه دیدیو میخوام. اسنایپر دادید، مپ هم دادید. بعد دوباره رو تایمینگ بی کی بیت رفتی تک به تعداد. دروتون هم دادید. رسیدی که
اصلا نرسیدی حتی، ولی خب حرفم چیز دیگه ایه. حرفم اون ریسورس آماده نگه داشتن است. تو اولویتت باید کنترل مپ باشه، مپ رو کنترل کن، فارمت هم بکن، بی کی بیت هم بیار. بعد گیمایی که اکو دار جوری بدون توم اسنایپر رو درو مردم میمیرن، فرانت لاینشون نیست. مثل این همین چجوری میمیره؟ جوری اسنایپر خدا وکیلی داره میره مانکی کینگ با چرا آخه؟ فرانت لاینرش نیست، میمیره دیگه داداش. این الان اسکای باید واسش استان میشد که اسکای نرسه اونقدر اسپل بزنه. این دروه وایسای تاور بزنه، آندرلورد میاد اینطوری میاد روشون، هیچکیو ندارن جلوشون وایسه واسهشون استان بزنه. چیکار کنن؟ میمیرن دیگه. ولی اینجا تو چت فکر کنم بهشون گفته بودم برگردیم. اصلا تو بهشون بگی برگردن اونا برگردن نمیرنم، مپ رو میدید کل اینجا رو میدی واسه انمی که فارم کنه. بله چشات اینجا فقط زشتی دیده فکر کنم تا بی کیبیم نرم جلو این موبت هم غلط. ببین وقتی بازی و جلویی اینو خب خیلی بیسیک و سیمپل بهت بگم، وقتی بازی و جلویی ولی فارمیو میزنی که اگه عقب باشی یا مساوی باشی اون فارمو میزنی، باید بدونی کارت غلطه. متوجه شدی درست؟ جنگل حریف انشتنتشو بزنم نه لاینو بزنم. باید بعد اینکه زنده شدید موف بدید دوباره برید مپ بگیرید، یا حتی اگر این کار رو نمی کنی، نمی خواهید مپ بگیرید، نباید خودتو تو مپ نشون بدی. تو خودتو تو مپ نشون بدی یاراتو آسیب پذیر می کنی. این که داری خودتو بالا نشون میدی، نگاه کن اینا رو می بینی دارن میان عقب، تو رو بالا می بینن، درو رو پایین می بینن، همه کله می کنن سمت درو. مینی مپ رو نگاه کن آجی، اسلاردارشون نیستا. بریم خودتو تو مپ نشون نده، اینا چیزاییه که تأثیر داره تو بازی. حالا میتونی بگی یاران بدون من رفتن مردن، من بهشون گفتم میخوام بی کی بی فارم کنم، مهم نیست، تو میبازی بازی رو این شکلی. چه به یارات بگی چه به یارات نگی، چه گوش بدن چه گوش ندن، تو داری یه کار اشتباه انجام میدی. ايه تو ولو میبینی تو هستی یارا چه مید دوان تو صورت انمی؟ تو لید کاری، لید نه به معنی رهبر، نه به معنی اینکه حرفشو بزنی لیدشو بدی، یا تو جلوی صف باید بری، تو باید جلو بری، راهو تو نشون میدی به یارات. چیز بدم میدی اینجا رو دو اتک شد دیگه، هیروت دیگه، هیروت قویه دیگه، خیلی خوبه جدا، حال میکنم با این، خیلی خوبه این هیرو. همین چهار تا مون رو درست کنی تو خیلی رنکت میاد بالاتر، چون تو یه سری بیسا رو داری، یعنی اصلا هم مکانیکال اس جا میگم داستان کل گیمینگه. آره ببین میگم مکانیکال اسکیلی اوکی، یعنی اصلا هم مکانیکال اسکیلی فیل اونقدی توت نمیبینم که بگم مثلا این کار اینطوری این کار اونطوری اون کار اینطوری. تو فقط رو تایمینگت موف نمیدی و با هیرو تو شرایط قوی هیروت موف نمیدی، سه شارژ نمی کنی، با مکس اچپیت نمیری، بیلینک تو نگرفته میری، اکو تو نگرفته میری، و حالا یه باری که یه ور دیگه مپ نشون دادی و تیپی کردی موفمنتت. تو جلوی تیمی، تو تا هر وقت جلوی تیمی این بازی رو دارید میزنید، هر وقت تو جلو نیستی یارات میمیرن.
این دیگه بدون اسنایپر نبا میرفتی، اسنایپرتون اینجا کشتن این موبت غلط. صبح میان دنبالم پدر سگا. ای اون داشت درو رو کرد ضرور رو یواش. کشت. میبینی فایتو مینی مپ رو نگاه کن، تو جلوی یارات پشتتن، تا وقتی اینطوری فایت میکنید میزنید، وقتی تو نیستی این کارا رو بکنی فایت ها رو میخورید، یارات میمیرن. و به نظرت آقانیم آیتم درستیه؟ آقانیمش به خاطر اینکه بتونم پوزیشن بگیرم سر اینکه فرانت لاین باشم، اینجا کیو کردم. میدونید میکوبه وای میسی دیگه، یه مشکلی نداری. هم استاتوس خوبی میده، 10 تا آرمور اضافه تر میده. اینا معمولا چون ببین گیم نرم بودن، اگه نه معمولا اصلا نمیارم آقانیم. 90% و صاف اسالت میارم برای استاردار، 10% آقانیم. اینجا چون این فرانت لاینر بودم گفتم این آقا نیما میارم، میرم تو های گراند یه دو میکوبم وای میستم اونجا، درو رنجر سنایپرم و پشت وای میستم جرم دم. باز هم به نظرم ACE واسه همین دلیلی هم که میگی جواب تره. ببین ACE بهت بیلدینگ دمیج میده، بهت دمیج واسه هیرو کشتن میده، اتک سپید چیزی که اسلاردار لازم داره، اتک سپید واسه کشتن میده، به یارات هم آرمور میده، یارات هم سفت میکنه. این پدر سگه سلارک وقتی میبنده بده زمین دیگه کاریش نمیتونه، باید باید بدوی دنبالش ایسی داشته باشی آرمور و یارات هم بیشتر میکنی دیگه. آره آقا ایسی نیمه هم افیشنت نیست این بازی، این بازی باید ایسی داشته باشی. روشن هم میزنید، احتمالا الان میرید تایگر هم میمیرید، هی داینه قوی میشه. بعد مخصوصا الان که تایم بیلدینگ زدنتونه، تایم بیلدینگ زدنتونه باید ایسی داشته باشی دیگه. اون کاری هم که گفتیرم که با آقانیمت نمی کنی، وایستایی تو پوزیشن گفتی آقانیم خریدم برم هایگرام وایستم دو بذارم دیگه، اون کار که نمی کنی، وایستایی تو پوزیشن. ولی ایسیو زدم ها. خب تو میتونستی جای آقانیمه ایسی بیاری، جای این ایسی الان یه آیتم دیگه بیاری مثل سیتنیک، مثل هارت. آره اشتباه کردم. کله کردی. آره کارمه. ولی ببین اگه میمدن چی میشد؟ من خب مردم این آمدن زدن همه رو. دوتا رو چطوری میبری؟ خیلی سیمپل بگو. تاور باید پوش بدیم دیگه. خیلی سیمپل بگو. فکر کنم میخوای به نفر توضیح بدی. میگی آقا این بازی چطوریه؟ میگی آقا مثلا آفرین تمام شده رفت. قبل ایشنت باید چی رو بزنی؟ قبل انشنت باراکسا تاورا رکسا قبلش چی؟ دیگه هیرو پوش بدم هیروها. هیروها هیروها؟ آره قبلش چی؟ دیگه یونیتا حتما. آفرین خیلی بیسیک و سیمپل. حالا ما چون داریم برعکسش رو میگیم، الان ریورسش رو میخوام بهت بگم. پس شد یونیت هیرو تاور بیس. اگه به مقدار یونیت زدی که میتونی هیرو بزنی میری واسه هیرو زدن، اگه به مقدار کافی یونیت نزدی نمیری واسه هیرو زدن. اگه به مقدار کافی یونیت و هیرو زدی که میتونی بری بیلدینگ بزنی میری واسه بیلدینگ زدن. اگه به مقدار کافی یونیت هیرو و بیلدینگ زدی که میتونی بیسو بزنی میری واسه بیسو زدن. دیگه مهم نیست که هیروهای انمی زندن یا نه،
اگه به مقدار کافی قبلا یونیت و هیرو زدی که الان هیروهاشون هم زنده باشن، میتونی بیلدینگ رو بزنی، دیگه لازم نیست انرژی بذاری هیرو بکشی. که تو دوتا رو الان تو مرحله سومشی، با این مووت خودتو میکشی عقب، میبری تو مرحله دومش. چرا؟ تو الان یه فیز جلوتری، داری خودتو میکشی عقب. خیلی سیمپل به دوتا نگاه کن، یونیت هیرو تاور بیس، یونیت هیرو تاور بیس. خیلی سیمپل نگاه کن، آقا به مقدار یونیت زدم که هیرو بزنم، آره. آقا به مقدار یونیت زدم که بدون اینکه هیرو بزنم بیلدینگ بزنم، یا به مقدار یونیت و هیرو زدم که بتونم بیلدینگ بزنم، آره. اگه نه، هر چقدر یونیت کشتی، هر چقدر هیرو کشتی، نمیری واسه یه بیلدینگ زدن. اگه واسه یه بیلدینگ زدن دمیج بیلدینگ رو دارید، به اندازه کافی فارم دارید و انمی زنده باشه نمیتونه بکشتتون، میرید واسه بیلدینگ زدن. اگه نه، بری های گران، انمی دف میده نمیتونی بزنی، بیلدینگ دمیجت پایینه، این کارا رو کردی همچنان نمیری های گراند. 20 کی نتورد جلو باش، 5 تاشون زنده باشن، یه دونه آنخ چه دو تا آنخ داشته باش. تا وقتی 5 تاشون وایسن های گران میتونن دف بدن، نمیتونید جمع کنید، نمیرید های گران، میبندید انمی رو تو بیس، کل این مپ رو فارم میکنید. خیلی بیسیک و سیمپل به بازی نگاه کن. فکر کن 20 کی جلوی دو تا آنخ دارید، نمیتونید برید های، مثال میذارم، نمیتونید برید های گراند. انمی رو ببند اینجا، 5 دقیقه کل این مپ رو فارم کن، 20 کی نتورت اختلاف رو بکن 40 کی نتورت اختلاف. جای اینکه لیچت یه فورس داشته باشه، یه گیلیمر، خود این لیچه فارم میکنه، یه بیلینک میاره، یه آغانیم میاره، یه ریفرش میاره، یا یه بیلینک میاره، یه هگز میاره، یه ریفرش میاره. خود لیچت میپره بالا، دو تا شش، دو تا هگز، دو تا شارت، 4 تا هیرو رو میکشه. فکر کنیم پاجت جاین که مثلا یه آقانیم لنز داشته باشه، یه شیوا داره، یه لوتوس داره، یه بیلینک هم داره، اون موقع 5 تاشون هم زنده باشن میرن های دیگه. چیکار داری زوری بری های؟ این کاری که داری میکنی از تصمیم اشتباهی که داری میگیری، از علم کمیه که راجع به بیس دوتا داری. تو الان تو فیز سومی، داری فیز دومو انجام میدی، تو اینجا رو اسکیپ کردی، رد شدی. تو دیگه وقتی مثلا چه میدونم تمرینای بدنسازی فوتبال حرفه‌ای رو کردی، نمیری گل کوچیک بازی کنی با بچه محلتون 10-12 ساله تو کوچه‌تون، که اسکیپ کردی اون کارو. یهو میبینی بچه 10-12 ساله دوتا لایی بهت میزنه، اصلا میخور تو پرت. چرا؟ چون تو گل کوچیک بازی کردن نمیدونی چطوری، اصلا ابعادت فرق داره واسه اون زمین. تو الان داری تو فیز سومی، خودتو کشوندی عقب تو فیز دوم، خودت مردی، دوباره کلی گل و ایکس پی دادی، خودتو عقب انداختی. بعد یارات سر این که تو نیستی نمیتونن الان مید لینم نگاه کنن، الان میرن حتی میمیرن احتمالا بدون تو. میبینی؟ نمیگم اینا نمیتونن بک بدن، درسته اینا میتونن بک بدن نرن، ولی اینا نمیدونن، اینا بلد نیستن. تو بلد باش، تو انجام بده. تو الان داری این بازی رو میبینی، هر موقع تو جلویی دارید میزنید، این جلو بودنه رو ادامه بده. هر وقت تو نیستی یارت میمیرن، یارت حالیش نیست که تو نباشی میمیره، یارت میگه بازی رو جلو این بریم جمع کنیم، نمیفهمه اصرار داره نداشته باشه میمیره. نگاه کن چه اتفاق زشتی افتاد واسه گیم. بذار از اینجا که تو میمیری اختلاف نتورت رو ببین. نیاز به سانسور داره اینجا دیگه. چرا رفت؟ اسکایو کجا کشتی؟ اسکایو اینجا میکشی 13 که جلوی. چهارده که جلو این، 15 که جلو این، این یکی یکی یا سر این داره میاد که داری تاور رو رکس میگیری. دا هم میمیری 15 که میشه 13 که، میبینی؟ 2000 پول دادم بهش. آره حالا انمی الان میمیره، بای بک میکنه، 20 که جلو میفتید. بعد نگاه کن یارات سر این که تو نیستی میمیرن چی میشه. الان 20 که جلوی تو نیستی،
15 کی دوباره شد 13 که الان کمتر هم میشه دیگه. چرا اینو نمیان یه کاری بکنن تو من خیلی لوز دعوا. میبینی از اون چیزی که رفتید های گراند اومدید پایین تر شدید 11 کی، یه موف آن خم دادید. میونه کلامت فکر میکنم تایم کلاسمون تمام شد. حواسم هست، حواسم هست، حواسم هست. من شرمندت نشم. نه عزیزم، من حواسم هست. ببخش. عزیز. من دارم کلاس میذارم که بتونم یه مطلبی رو به تو بگم دیگه، نمیذارم سر یه ساعت بگم که خب دیگه من به اندازه مثلا چه میدونم هزینه ای که شده. هر موقعی که میشه. اوکی حتما. من اولویتم اینه که تو اینا رو به فهمیات بگیری. اینم چجوری میبازید دیگه این بازی رو؟ دوباره دایف میکنی؟ حالا یه داریم بیلدینگ میگیریم. اصلا عجیبه. دوباره دایف کردی دیگه. دروت هم پشت تو اومد مرد. بیلدینگو بزن برو عقب دیگه. این اتفاق اله کلنگی تا اوریج 4K میافته. هی اینا میان این های گران میمیرن، هی اینا میان این های گران میمیرن، هی اینا میان این های گران میمیرن، هی اینا میان. انگار اله کلنگه. چرا؟ چون هیچکی نمیدونه با ما اگه داریم میریم های گراند داریم میریم بیلدینگ بزنیم. های گراند رو نگاه کن، فرض کن تو اومدی اینجا های بزنی، میخوای بیای این های گراند رو بزنی. اگه بخوای دایف کنید همه یارات باید از توی یه مسیر تنگ رد شن. دموها رو تو یوتیوب نگاه کنی، همه موقعی که یه نفر 5 من بلک هول میزنه، 5 من آر پی میزنه، تو این ورودیاست. چون یه ورودی تنگ، این ورودی، این ورودی، این ورودی، هر ورودی که هست دیگه، یه ورودی تنگه که هر کی بخواد از اینجا رد شه مجبورن میچسبن به هم. الان سه تایی رو از اینجا بخوان بیان بالا، یکی از این لبه بیاد، یکی از این لبه بیاد، مگنوس به پر این وسط آرپی کنه دوتاشون رو میگیره، انیگما به پر بلک هول بزنه دوتاشون رو میگیره، آندرلورد یک بزنه به دوتاشون میخوره. این اولیشه. دومیش اینه که داری از سطح پایین به بالا اتک میدی، قرار آپیل میس بدی و قرار ویژن نداشته باشی. دومیش اینه که انمی بغل بیستشه، انمی هی پر میکنه میاد، پر میکنه میاد، بای بک میکنه میاد، تو نمیتونی بری پر کنی بیای، انمی پر میکنه میاد. پس وقتی میای اینجا اومدی اینا رو بزنی جان؟ بیلدینگ بزن برگرد. آفرین. وقتی اومدی اینجا اومدی اینا رو بزنی. تو بخوای هیرو بکشی الان خیلی معمولی بهش فکر کن، اینجا جای هیرو کشتنه؟ دوتا تاور بغل بیس، آرمور تاور، دمیج تاور، اچ پی ریجن تاور، هی پر میشن میان. نه، اینجا جای هیرو کشتنه، اینجا جای هیرو کشتنه، اینجا جای هیرو کشتنه، اینجا جای هیرو کشتن نیست که، اینجا جای بیلدینگ زدنه. اگر اومدی اینجا، اومدی اینجا که بیلدینگ بزنی، نه اومدی اینجا که کیل بگیری. نتورتو نگاه کن، بذار بیام قبل این حالتی که کله کردید دوباره 17 که اوه 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 به صورت شکم کنم خیلی زود رفت. 16 که 17 که جلوید 17 که اونها کن چی میشه. 8 که 6 که 5 که 3 که 2 که. خب چرا؟ بازی تموم شده بود دیگه. میگم اینو واسه خودت فیز بندی کن، یونیت هیرو تاور بیس، همین باختید تموم شد. الان فهمیدم چجوری باختید. کله گیمینگ خودتون کردید دیگه. منظور انمی شما رو نبرد، شما خودتون باختید. الان میرید بالا دوباره میرید دایف میکنید میمیرید، انمی میاد جمعتون میکنه. بذار ببینم میبینی دوباره بک بده. این همون داستان است. نمیتونید الان وقتی دیگه زندن بیلدینگ بزنید میدو زدید بک بدید.
بک بدید. لامصب چه ده سوردش ده چیه اسمش لامصب شیشش چه ده میجی بده دت بهم وارد همون بکنم. آره ببین با شیشه زا پنج زاره چی جوری میخورم ازش.